بهتره که همین رو از قول همین نویسنده به قول معروف بینام گمنام بگم. این که میگه که بعدن دریافتم تو این کتاب، آن برادر حسین و برادر حسن که برخی در زمره شکنجهگران و زندانبانان به حسابشان آورده بودند، همان آقایان حسین شریعت نداری یعنی مدیر مسئول روزنامه که، و حسن شاهنفر مسئول دفتر پژوهشگاه مؤسسه کیان هستند، که در آن زمان عامل اصلی برقراری فضای باز زندان بودند و باعث شدن هزاران جلد کتاب مختلف از تفکرات گوناگون در اختیار زندانیان قرار گیرد و حتی جنب بحث آزاد در زندان راه بیفتد. این نقل قول از خود کیهان که در همین شهریور ماه، یعنی 17 شهریور ماه چی کرده؟ روشن کرده. پس مشخصه که مؤلف‌ها و به قول معروف ناشرهای این کتاب ها کی هستن؟ خیلی روشن اگر سراغ کتاب های دیگه هم بریم که باز هم هست در این رابطه، بسیاریش توسط همین افراد، همین نفرات نوشته، یکی که همین فردیست به نام محمد داود داودی به نام که مهرائین، این ملقب به حاج داود که سربازجوی شعبه یک داستانی بود، همچنین یک فردی به نام احمد احمد که الان هم اشارتن توی از کنم کتاب هایی که نوشته هستش این مدتی مسئول روابط عمومی داستانی انقلاب بوده، یا عزت شاهی به نام مطهری کتاب هایی می‌نویسه، این از همکاریان دادستانی و کمیته انقلاب بوده. یعنی شما از این نظر که برید تمام کسانی که به قول مردم کتاب نوشتن دستشون چه یا توی وزارت اطلاعات یا توی شکنجهگران یا کسانی است که زیر شکنجه به این کشف و شهود رسیدن، بینام و گمنام اومدن فقط به خاطر به قول معروف خدا کتاب نوشتن در علیه سازمان مجاهدین و در رابطه با تاریخچه مجاهدین. عموم کسانی هم که بقیه کسانی هم که عرض کنم که کتاب نوشتن غیر از درصدی که الان من بالای 85% اسم بردم، کسانی هستن که ماموران پرسابقه وزارت اطلاعاتن و اصلا کارشون همینه. خب اجازه بدین که چند جمله در رابطه با فردی به اسم عزت شاهی براتون بگم که این روزها کتاب خاطرات برای مخدوش کردن سازمان مجاهدین منتشر میکنه. این فرد در اصل شاگرد یک مغازه صحافی بوده در بازار بین الحرمین. در سال 1350 در یک ارتباط سمپاتیکی با سازمان مجاهدین قرار میگیره و بعد هم در سال 1353 دستگیر میشه. در زندان این فرد پروسه وابستگی و همکاری با ساواک رو طی میکنه و همکاری میکنه با ساواک، و به طور خاص در مدتی که توی زندان اوین بوده کسانی که اون سالها در زندان اوین بودن به خاطر میارن که با محمل های تحت عنوان دارو گرفتن یا مراجعات این شکلی شبها مراجعه میکرد به زیر هشت و اطلاعات زندانی ها رو به مزدوران رژیم و ساواکی ها بیداد. انهای عزت شاهی همراه با یه سری دیگه مثل عسکر اولادی و بادامچیان و اینها که اون موقع هم معروف بودن به کسانی که در برابر تلویزیون رژیم شاهنشاه سپاس گفتن، اینها آزاد میشن. معروفه که در زندان این مزبندیش با زندانی ها به این ترتیب بود که میگفت مارکسیست ها که نجس هستند و به هر حال شاه و ساواکی و اینها اونها رو ترجیح میداد به بخاطر اینکه به هر حال اسم اسلام روشون هست، اونها رو ترجیح میدادن. البته اون نبود، خیلی هم پالیکی های دیگه هم داشتن، ولی از جمله این فر یعنی عزت شاهی. بعد از انقلاب عزت شاهی شد رئیس کمیته مرکزی رژیم و در کمیته مرکزی این یکی از عوامل اصلی دستگیری، شکنجه و شهادت بسیاری از مجاهدین در پروسه بعد از انقلاب بوده. این فرد خب الان با عناوین پمتر پرتمتراغ و الاخر این فرد الان تو بوق میکنن کسی هست که به اصطلاح خاطرات و اینها نوشته و علیه مجاهدین و به اصطلاح تحت عنوان خاطرات یا کسی که تاریخ مجاهدین رو نوشته ازش اسم میبرن. اجازه بدید چند جمله از متنی رو که در این رابطه خود همین مرکز پژوهشی رژیم نوشته براتون بخونم. میگه که نوع دیگر خاطراتی که منتشر شده خاطرات اعضای متأخر سازمان است، یعنی مثل همین موجود به اصطلاح، که تحولات آتی در دوره ما بعد بنیانگذاری تا تغییر ایدئولوژی و سپس شرایط زندان را روشن میکنند. یعنی این آدم، این فرد عزت شاهی میخواد الان روایت بکنه خاطرات یا گذشته تاریخ سازمان مجاهدین رو در زندان و مقاومت هاشون در زندان.
مهمترین این آثار که اتفاقا مثل رمان‌های پلیسی جذاب و خواندنی هم هستن، خاطرات احمد احمد و عزت شاهی، یعنی متحری. متحری اسم متأخر همین آدم هست، به خاطر اینکه مثلا خیلی دیگه شاهی و اینا نباشه، اسمش رو بعد از انقلاب بعد از سال 57 عوض کرده گذاشته متحری. حالا شما در نظر بگیرید که در چه وضعیت فلاکت و افلاسی هستن اون کسانی که میخوان در یک جنگ روانی این شکلی به علیه سازمان مجاهدین تبلیغ بکنن که مرجع مستندات تاریخ سازمان مجاهدینشون میشه اراذل اوباش یا جانوران و خیانتکارانی مثل مثلا فرض کنیم عزت شاهی یا امثال اون. خب مرکز متولی در آذر ماه سال 84 دست به انتشار یکی از به اصطلاح شیخکارهای عجیب و غریبی زده که خاطرات یا به اصطلاح خاطرات فردی به اسم احمد رضا کریمی رو تحت عنوان تاریخچه یا سوابق مجاهدین منتشر کرده. میخواستم چند جمله در مورد این فرد براتون توضیح بدم که احمد رضا کریمی که به عنوان عضو سازمان مجاهدین ازش اسم برده شده در زمان شاه دستگیر میشه. این فرد حتی در یک رابطه سمپاتیک با سازمان مجاهدین هم نبوده. خب بلافاصله بعد از دستگیری تبدیل به عنصر خائنی میشه که با ساواک بر علیه زندانی ها همکاری میکرده. از جمله کارهایی که این میکرده این بوده که میفرستادنش به سلول های انفرادی پیش بقیه زندانی ها و این با شگرت هایی که ساواک بهش یاد داده بوده اطلاعات اونها رو در میورده و به ساواک اطلاع میداده. از جمله همسلول میشه با مرحوم شادروان دکتر علی شریعتی و بعد از چند روز که پیش دکتر شریعتی بوده 30 صفحه اوراقی رو می‌نویسه در مورد اطلاعات دکتر شریعتی. این فرد اون زمان عنصر پلید و خیلی شناخته شده و منفوری بود، جاسوس شناخته شده ای بود و بعد هم در زمان خمینی یعنی بعد از انقلاب این فرد تبدیل شد به آلت فعل، آلت دستی برای لاجوردی که همین کار رو برای لاجوردی میکرد و در زندان براش همین کار جاسوسی رو انجام میداد و خلاصه در خدمت لاجوردی و جنایتکارای رژیم بود. حالا نکته جالب اینه که بعد از 20 سال از سال 64 با اوراق بازجویی این فرد رو که زیر شکنجه و فشار و کارهایی که لاجوردی میکرده اوراقی رو که این نوشته و از این گرفتن، حالا این اوراق رو آوردن تحت عنوان به اصطلاح اسنادی در رابطه با تاریخ مجاهدین اومدن اینها رو میخوان عرضه بکنن و این واقعا یه چیز خیلی حیرت انگیزیه. از میزان از یک طرف استیصال درماندگی و از یک طرف میزان شقاوت و شناعت این آدم ها که فردی رو که اصلا نه عضو مجاهدین بوده و نه رفتی به مجاهدین بوده، یک خانه شناخته شده ای که از زمان شاه خیانتش معروف بوده، این الان تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به کسی که به عنوان تاریخ نویس و دست نوشتاش این مثلا تاریخ مجاهدین و الاخر هست استفاده میشه. و جالب این که میگه که دست نوشته های این آدم یعنی احمد رضا کریمی جزء اسنادیه که در مرکز اسناد اینها به صورت رسمی الان داره نگهداری میشه. شما ببینید که میزان به اصطلاح فلاکت و بیچارگی کسانی که پشت انتشار این جو اسناد و این جو مدارک تحت عنوان تاریخ مجاهدین میرن در چه اوضاع احوالی هست. در میان این ماموران فردی به نام حسین روحانی که ماجرای کشف و شهودهاش در زندان اوین در محضر لاجوردی نزد همه زندانیان سیاسی اون زمان مشهوره، به فرموده لاجوردی خدمات خودش به ساواک آخوندی رو به سرهمبندی لاطایلاتی علیه مجاهدین تحت عنوان خاطرات حسین روحانی متمرکز کرد. این خاطرات زندان اوین و پشت در اتاقهای شکنجه بعدها در بسیج گسترده جنگ روانی علیه مجاهدین مورد استفاده فراوان اخلاف لاجوردی قرار گرفت.